قهر همیشه دیده شده یک چیز منفی، لیکن اگر شما درست استفاده کنین یک چیز بسیار مثبت است. و امام الغزالی سر دی مسئله بحث کرده، لیکن متاسفانه وقت نخواهد بود که ما بحث ابن القیم امام الغزالی درباره قهر برتون پیش کنم، لیکن خلاصه ای بحث برتون پیش خواهد کردم که چرا انسان قهر میشه. واحد دلیل یا میتونه بگم یک دلیل کلانترش ای خواهد بود، دلیل فلسفی، که کدام نفر تقاضایت پیش نمی کنه به همراه تقاضایت پیش نمی ره سرزو قار میشی. مثلا سوالات قار میشی، تقاضا داری که او یک کار نکنه، او کار میکنه، خود سر قار میشی. یا یک بیزنس پارتنر، یا یک دوست، هر نفر، یا یک موتر که با سیستم میخوای پیش بری نمیره سرش قار میشی. یعنی قهر چه وقت انجام، یعنی قهر چه وقت قارت میه، کدام وقت یک نفر با تقاضای خودت پیش نره. یعنی این ثبوت لازم نیست که تقاضای خودت درست است یا نادرست است، فقط مسئله قهر از کجا میاد. ولی من یک سوال دارم، کدام وقت که خودت ناراض میباشی، کدام وقت خودت بیکار میباشی، کدام وقت خودت گناه میکنی و فقط انتخاب نمیکنی که این گناه را باید انجام بده، ندم فقط انتخاب میکنی که کدام گناه را انجام بدم، آیا گناه کبیره یا گناه صغیره، متاسفانه در این حالت رسیدی و باز سر خود قهر نمیشی، باز سر خود یعنی غضب نمیشی. این عجیب است، به خاطر که شرایطی که به دیگران میمانی، تقاضایی که به دیگران داری، سرزنا قار میشی، لیکن به او تقاضا خودت هیچ رسیدگی نمیکنی و از خود راضی هستی. امام الغزالی مثال میده از نگاه مثال سگ و مثال خنزیر. خنزیر خیاست داره که در هر حالت هست خوش است، لیکن کسایی که دیگر به تقاضایش پیش نمیشن او سرزنا باز قار است، لیکن هیچ قوانینی که سر دیگر تطبیق میکنه او سر خود هیچ وقت تطبیق نمی کنه. آیا در این وقت گفته کسایی که مثلا شهوتی سن تقاضایشان همیشه است که آرام بشینم بخورم و هیچ زیر سوال نباشم، او خیاست خنزیر دارن. به می خاطر خنزیر در اسلام حرام است. دلیل چیست؟ نه فقط خنزیر کثیف است، بلکه عادتایش خراب است. امروز ساینس میگه چیزی که میخوری امو چیز سر خود تاثیر میکنه سر حرکاتت. سگ چی خیاست داره؟ سگ هیچ وقت دیده نمیتونه که کدام وقت او باید قهر را در کنترل کنه و بسیار وقتا اونا اینستینت تعقیب میکنن. اینست چی معنی داره؟ چیزی میبینن درست از پیش میرم، لیکن زیاد سرش فکر نمیکنن. حتما خسته سگای دیگه هم دیدین. ولی سوال دیگه است که خودت در کدام کاتگوری میای؟ دیگه عادت خودت کاتگوری خسته خنزیر داری، خودت خسته سگ داری؟ یعنی یک سوال بسیار مهم است که ما از خود بکنیم بی خود به یک نتیجه برسیم. اگر دیدی که ما از این خسته دارم، باید سر خود قهر شوی و زیر قار باید کار کنی که به او عادتا نری و هرگز این انتخاب نکنی که من گناه کبیره رو بکنم یا گناه صغیره رو بکنم، باید انتخاب کنی که من رضای الله را تعقیب میکنم. من این را در قدم میتونم شاید ناکام شوی، یک دفعه نه، دو دفعه نه، سه دفعه نه، چهار دفعه، لیکن خودت دمو جنگ ناکام شدی، لیکن به جنگ تسلیم نشدی. هدف ما چیست؟ شیطان سر غالب شد، او کار کردی، پس رجوع کو ناکام شدی، لیکن تسلیمت دو وقت است که گفتن که خداوند ما را نمی بخشه، ما از بخشیدن خداوند دور شدیم، ما همینطوری هستم، ما هیچ امکان ندارم که خوب شم یا از این حالت من بهتر شم. اول قهر استفاده کن سر خودت، دویم خود ارزیابی کو زیر امکان منداز خسته چی را داری، و سویم ناامیدی الله را نکو و شیطان خود قوی کو. انشاءالله مطمئن هستم مسلمان خوب خواهد شدی. این سه فلسفه بود.